گفت تعدادی از جراحان ارتوپدی به منظور تامین نیاز داخلی و پیشگیری از واردات پروتز اقدام به تأسیس شرکتی برای تولید مفصل کردند. ما در اینجا مفصلایی که داریم تولید میکنیم مفصل زانو و مفصل لگن. این که شما بخواید رقابت هم داشته باشی با شرکت‌های بزرگ آمریکایی که همین الان حضور زیادی هم الان حضور بسیار پررنگی در کشور ما دارن، بخواد با اینا رقابت بکنی پس باید هم دانشی باشی، هم تکنیکی باشی، هم تیمی تخصصی داشته باشی. مفصل لگن، زانو، پیچ و پلیت عمده محصولاتی است که پس از کسب استانداردهای بین‌المللی در کشور تولید میشه. برای مصرف یک پروتز مفصل که میره جایگاه در عوض یک مفصل انسان قرار میگیره، این اولین اولویتش اینه که سازگار با بدن باشه. بنابراین شما نمیتونی آلیاژی محصولی رو استفاده بکنی که متفاوت باشه با دیگران. بنابراین از نظر کیفی همه یکسان هستیم. اینو مطمئنن میتونم روش اصرار بکنم. چرا؟ چون بعضا ما تستایی که انجام شده، مثلا اگر لازمش 5 میلیون ضربه بوده، مال ما 6 میلیون ضربه تست شده، 1 میلیون هم اضافه، که برای اینکه خودمون رو بتونیم با اطمینان بیشتری روش حرف بزنیم و محصول ایرانی رو بدیم بیرون که مردم ما با اطمینان کامل ازش استفاده کنن. آمارها نشون میده سالیانه بین 40,000 تا 50,000 بیمار در کشورمون نیازمند تعویض مفصل زانو یا ران هستند، که از این میان تنها 10% این محصولات در بازارهای داخلی تولید میشه و مابقی محصولات وارداتی هستند. تنها چیزی که باعث شده که ما نتونیم جلوتر بریم همین عدم فروش طبق ظرفیته. چرا منی که اینجا دارم با تجهیزاتی که در اختیار دارم محصولی رو تولید میکنم که مشابهش به راحتی بدون هیچ گونه کنترلی وارد مملکت میشه و پزشکا هم بلافاصله اونو به اتاق عمل میبرن. یه مفصل زانو یا لگن وارداتی بیش از 7.5 میلیون تومان قیمت داره. نمونه مشابه داخلی 4.5 میلیون تومانه. با حمایت بیشتر از کارخانه های دانش بنیان داخلی و افزایش ظرفیت اونها، نه تنها نیاز داخلی تامین میشه، بلکه میتوان به بازار منطقه هم راه پیدا کرد.